بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 24 ماه آگست سال 2015 میلادی و برابر است با دوم شهریور ماه 1394. خب خیلی از شماها مسافرت‌های تابستانی رو رفتید و برگشتید و خیلی ها هم حالا رفتن مسافرت و تا یک ماه چند روز دیگه 27 روز دیگه برمیگردند و بچه ها مدرسه و دوباره روز از نو، روزی از نو. ما اینجا خیلی راحتیم، روزمون از نو میشه ولی خبر از روزی در کار نیست. دوستان خیلی کم لطف هستن و حمایت ها به اصطلاح مخصوصا در ماه های تابستون اصلا ناپدید میشن. یه دوستی به نام پرویز که ماه قبل لطف کرده بود، حمایت کرده بود، 20 آگست برای من یه ایمیل آمد از طرف پیپال که این حمایتی که ایشون میخواست انجام بده انجام نشده. من برای ایشون نوشتم این چیه؟ اون بنده خدا گفت منم نمیدونم این چیه، من ماه قبل حمایت کردم ولی امروز این باز اومده، نمیدونم چیه. من فکر میکنم شما وقتی حمایت میکنید اون آخر قسمت حمایت از تلویزیون مردم ازتون سوال میکنه که این کار رو میخواین هر ماه انجام بدید، شاید شما اون قسمت اون باکس رو به اصطلاح علامت زدید، یا بعضی ها میگن تیک. این تیک ایرانیه، آلمانیه، کجاییه؟ در هر صورت این هم از این ماجرا، از آقا پرویز ممنونیم، چه حمایت بکنن چه نکنن. دوستان این برنامه رو اگر مستقیما نمیتونید از طریق وبسایت مردم تیوی ببینید، به دلیل اینکه ویندوز 10، ویندوز 8، خود ویندوز مشکل زا شده، میتونید از طریق یو استریم که روی فیسبوکمون هم میاد، من حالا برای شما ترانسفر میکنم اونجا، میتونید صداشو بشنوید. بعد سر فرصت یه ساعت، یه ساعت نیم بعد روی بایگانی به اصطلاح برنامه رو ببینید و نظر بدید و پیام زنگ بزنید، پیام بذارید و الی آخر. در رابطه با بایگانی الان 2 جلسه است که ما اون سیستم رو عوض کردیم که هی هر روز تاریخ بنویسیم و موضوع بنویسیم و اینها، و به جای اون فقط برای خود من، نه برای دیگران، برای آقای شبستری، آقای اجلالی، آقای انصاری، اینها هر وقت برنامه جدیدی میذارن ما روی صفحه خودشون اضافه میکنیم. دلیلش هم اینه که من فکر کردم که کسی که میاد برنامه های من رو میبینه خوبه که ما برنامه های دیگران رو هم نشون بدیم. مثلا یه ویدیویی من از آقای مهرداد خانساری گذاشتم روی یوتیوب، ضمن تشکر از ایشون که هم ایشون زحمت کشید هم دوستشون، و این رو از طریق دراپ باکس برای من فرستادن. کار قشنگ و خوبی هست و من، دوست عزیزی که پیغام میذاری خب اینها که نظرشون عوض شده چه اشکالی دارن؟ هیچ اشکالی نداره، به شرطی که اینجوری بیاد بگه، بگه آقا من نظرم درباره آقای مرداد خانساری که یک دیپلمات زمان شاه بوده نظر مساعدی نبود، مخصوصا وقتی که ایشون با اون سردار مدحی و اینها راه افتاده بودن این ور اون ور، و منی که از سیاست هیچی نمیدونم میفهمیدم که ای بابا اینا چه سیاست مدارایی هستن که اینجوری خام شدن و دنبال این آقا مأمور جمهوری اسلامی این ور اون ور میرن، و اون موقع نظر مساعدی درباره ایشون نداشتم. و وقتی که این مصاحبهشون رو دیدم با یورپن ریپورت، البته این یورپن ریپورت من وبسایتشون رو دیدم مثل که صفحه مذهبی بیشتر، چون دیدم اون کلاب 700 و اینها هم داخلش هستن. در این رابطه اگر بعداً فرصتی بشه با آقای مهدی مهرداد خانساری صحبتی داشته باشیم این رو هم ازشون سوال میکنم، ولی باز از نظر من مهم نیست. حتی ایشون اگر بره در کانال هایی که مذهبی هن، دینی هستن، ولی اونجا بهش اجازه بدن که حرف خودش رو بزنه، نظر خودش رو بگه، به نظر من کار جالبیه. مهرداد خانساری، دیپلمات، مصاحبه درباره توافقنامه ایران
و 5 به علاوه 1 که ایشون former Iranian diplomat security general BAM یا BAM در BAAM. در صورت من زندگی نامه ایشون رو هم که روی ویکی‌پدیا بود روی فیسبوک گذاشتم، بذارید همین الان بهتون نشون بدم، ولی الان نرید اون ویدیو رو نگاه کنیم. و ضمناً به عنوان تشکر از ایشون که زحمت کشیدن ویدیو رو برای من فرستادن، من این ویدیو رو امروز بعد از برنامه‌های زنده که برنامه من هست و برنامه آقای اجلالی، پس از این دو برنامه زنده ویدیوی ایشون رو پخش می‌کنیم و تا روز چهارشنبه، شاید هم تا روز جمعه بذاریم هر روز از تلویزیون مردم پخش بشه تا شما دوستان نظرات دیگران رو هم ببینید و بشنوید. و اگر هم درباره نظرات اونها نظری دارید، لطفاً در صفحه فیسبوک یا در ایمیل یا در تلفن بنویسید و پیام بذارید تا ما با این دوستان تماس بگیریم. این کامرای دو، این صفحه فیسبوک تلویزیون مردم هست. 7593 نفر اینجا هستن، ولی خیلی جای تأسف داره که دوستانی که میان، اینی که من اینجا میبینم چون خودم هستم فرق میکنه با اونی که شما میبینید. اونی که شما میبینید احیانا نوشته فالو یا نوشته لایک، و شما با لایک زدن یا با فالو کردن، دنبال کردن همراه ما میشید، و هر وقت که ما یه چیزی اینجا بذاریم بستگی به اون ستینگی که شما کردید برای شما ارسال میشه. شما میتونید بگید فقط چیزای مهم رو بفرست، میتونید بگید چیزایی که اسم شما توش نوشته شده بفرسته، و این ستینگ ها انقدر دیگه الان به اصطلاح انواع و اقسام مختلف داره که آدم نمیدونه چه باید کرد. در هر صورت ما هر روزی که یادمون باشه وقتی که برنامه زنده هست، یکی دو ساعت قبل از برنامه من اینجا اعلام میکنم که به شما یادآوری بشه، هر جا هستید اگر مایل بودید بیان برنامه ما رو تماشا کنید. ضمناً از امروز تصمیم گرفتم اینجا هم بنویسم که شما می توانید با تلفن هم صدای تلویزیون مردم را بشنوید از سر تا سر جهان با شماره تلفن های آمریکا و انگلستان، که اون دوستمون احمد هم یه وقت خدای نکرده مرگ موش نخوره و خودکشی نکنه. ولی من نمیدونم چرا این فیسبوک گاهی وقتی میپره و میره روی این چی میگن عجوج مجوجا، آقای رضا پهلوی و آقای رفسنجانی. در هر صورت اینجا هم یک ویدیویی رو دوست خوبمون آقای کوروش عزیز از فلوریدا فرستادن، که این آقای فیلیپ گرالدی یا جرالدی در مورد اسرائیل و آمریکا صحبت میکنه و به دلیل و به اصطلاح سند ثابت میکنه که اسرائیل یار آمریکا نیست و فقط سوء استفاده میکنه. برگردیم به موضوع اصلی تاپیکمون که آقای مهرداد خانساری است، و ایشون دو تا مصاحبه، یکی مصاحبه که من امروز براتون پخش میکنم، یه مصاحبه دیگه هم دیروز با بی بی سی انجام دادن که من اون رو هم براتون میذارم، و اینجا هم ویکی‌پدیا زندگی نامه ایشون رو نوشته که اگه خواستید میتونید ببینید. درباره نظر دادن، وقتی که من این اوباما و تغییر رژیم ایران رو اینجا گذاشتم، این دوستمون آقای شهریار یغمایی نوشت که این تحلیل کاملا اشتباه و قحط‌دار است. غلط‌دار رو نوشته غلط، قحط‌دار است. من از ایشون پرسیدم خب کجاش غلطه، شما بیا صحیحش رو بگو. بعد نوشته بود که من چی فارسی ندارم، و بهش گفتم خب شما به فنگلیش بنویس، من ترجمهش میکنم با فارسی. میدونید که همیشه گفتن یک عکس گویاتر از هزار کلمه و جمله است. همون جوری که موسیقی میگن وقتی که سخن، وقتی که زبان از سخن گفتن باز میماند موسیقی آغاز میگردد، این عکس، کاریکاتور، نقاشی ها و طنز و اینها همین کار رو انجام میده. یکی از دوستان این رو برای من فرستاده بود، اون روز شاهنشاهی جمهوری اسلامی نوشته بود ملاقات نوروزی رئیس جمهور رضا پهلوی با رهبر خردمند آیت الله رفسنجانی در سالگرد وفات آیت الله خامنه ای. بعد نوشته که همان طوری که با کنسرت های خانم گوگوش دکان هنرمندان لس آنجلسی را بستند، با شوروای سید رضا هواداران پادشاهی را به لیستی 50 نفره رساندند،
با تلویزیون افق در اندیشه که صاحب آن نادرخان گدای به سرمایه رسیده با پول رفسنجانی می باشد، همه تیوی های دیگر را که از اول همه تیوی های دیگر را به اول به لجن کشیده و به جان هم انداختن و بدنام می کند. نه دوست عزیز، تیوی ها قبلا هم به جون هم افتاده بودن، حالا این گناه رو سر آقا رضا پهلوی ننداز. این بنده خدا اینقدر در زندگیش اشتباه کرده که شما میتونید چندین کتاب از اشتباهات ایشون بنویسید و احتیاجی به این کار نداره. ولی این خیلی جالبه، این ماجرای تلویزیون افق در تلویزیون اندیشه و افرادی مثل امید نادان که من به این بچه پررو گفتم که ببین صدها نفر مثل تو آمدن برای پناهندگی، برای نمیدونم سوء استفاده، حتی برای واقعا خدمت، رفتن سراغ این آقا رضا چلو کبابی. آقا رضا چلو کبابی تا اونجایی که شما یه چلو کباب برش ببری گوش میده به حرفات، چلو کبابش که خورد، دوغی که خورد، یه آروم که زد میخواد بره بخوابه، حوصله شما رو نداره و به شما میگه ببخشید من باید برم میتینگ دارم در دادگاه لایه. آقای فخرآور رفتن، آقای خسرو فرهبهر رفتن، دیگران هم رفتن، آقای منوچهر محمدی هم رفت، حالا نوبت به شما رسید تا اینجوری بیان سبکت کنن و بندازنت بیرون. کی شماها میخواین آدم بشید؟ هیچ وقت. چون وقتی که نادان هستی و فکر میکنی همه چیز رو میدانی، حالا دیگه اسمتو باید بذاریم ناامید نادان، چون اون وقت حالا اقلا امیدوار بودی، حالا ناامید و نادان هم شدی. برید اون ویدیو رو نگاه کنید، خیلی جالبه، با این تیزبونیش خیلی جالبه. من با آقا رضا فرزاده خدایا، میگن بعضی وقتا ادای این اون که اشکالی دارن در نیاریم، ممکنه خود شما هم اینجوری بشید. مثلا فکر کنید من چهارشنبه بیام اینجا به مثل آقای فواد پاشایی صحبت کنم یا مثل امید نادان صحبت کنم. ففففه آقای پاشایی هم گلوله تو دهن چه میگن ساچمه تو دهن شد خب. و اما آقای مرداد خانساری رو، فیلمش رو، ضمن تشکر، آهان، من یه عذرخواهی هم به ایشون بده کارم و خیلی آدم باید شهامت داشته باشه که عذرخواهی هم انجام بده. موقعی که ایشون با آقای سردار مدحی بود و اون آقای جان افشار بود، کی بود که الان رفته ایران، من یه دو بار به ایشون روی فیسبوک وقتی می نوشتیم، خب دیگه اون عادت ایرانی هم داریم، یه حمله هایی هم می کردم. از این بابت من از ایشون عذر می خوام، ولی صحبت هایی که در رابطه با این ویدیو و اینترویو و توافق ایران و آمریکا می کنن به نظر من 100% درسته. حالا چرا میگم به نظر من 100% درسته؟ برای که اون چیزایی که گفتن نقطه نظرات منم هست، ممکنه به نظر شما 100% غلط باشه، اشکالی نداره، شما بیاین صحبت کنید، بگید آقای خانساری که اینجوری میگه نه خیر اینجوری نیست، رژیم بشار اسد اگه سرنگون بشه آیسیس قوی نمیشه، اسلحه اگه بدن دست دشمنای بشار اسد بگن برو با آیسیس بجنگ، بعدن اینا نمیان خودشون بشن یا آیسیس دیگه، اینا رو بجین صحبت کنین. یا اونجایی که آقای خانساری میگه که قبلا یک کلونل قذافی داشتیم الان 20 تا کلونل داریم، اونا اشتباه میگه، شما میتونید نظر بدید، لازم هم نیست که با هم دیگه به اصطلاح بی احترامی کنیم. در رابطه با بی احترامی اجازه بدید، نمیدونم حقیقتا من به بابک هروی عذرخواهی بدهکارم یا نه، چون بابک یکم از من دلخور شده که چرا من توی برنامه‌ای که ایشون رو آوردیم به عنوان تحلیلی از سینما رکس توی حرفش پریدم و دو بار یا سه بار یه جایی راجع به حرم سرا بوده گفتم که شما میخوای پس بری خواجه حرم بشی، یه جای دیگه راجع به 1,000,000 دلار پول خانم فرج پهلوی بوده که ایشون بازبخشش کرده به اونایی که در اون حادثه غم‌انگیز واقعا در اون فاجعه آتش سوزی به اصطلاح افراد خانوادهشون از دست دادن، و یه جای دیگه هم اونجایی بود که ایشون گفت که سواک زد طرف و داغون کرد. من گفتم اه شما که خودت در برنامه‌های قبلی گفتی سواک خیلی با احترام هر کسی رو میبره اونجا، یه چایی و یه قند و کرایه تاکسیش هم میدن که بره خونه، ایشون ناراحت شده. حالا برگردیم، من خیلی خوشحالم که به خاطر همین که اولا حوصله دروغ گفتن ندارم، هرچی تو دلم و تو مغزم و اینها رو زبونم میاد و میگم،
بارها گفتم دوستان من ترجیح میدم با مردم باشم، سربی با مردم، برنامه خودم باشم. و به همه پیشنهاد میکنم اگر شما حتی میخواین یه بار من به عنوان معرفی شما به بینندگان تلویزیون مردم با شما برنامه ای داشته باشم، خب به قول آمریکایی‌ها نو پرابلم، مسئله ای نیست. ولی شما از من نخوا که هر دفعه تو برنامه اینجا بشینم، به دو دلیل. یکی برنامه خود من لوس میشه، میگن خب آقا این چه مسخره بازی در آورده. سعید خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود آقا تو برای ما مینویسی که سربی با مردم دو بعد از ظهر، ما هم هر کاری داریم، حالا دیگه یکم هم اغراق کرده بود، هر کاری داره که ول نمیکنه، هر وقت بیکاریم میایم، اون وقت شما میبینیم شما ما رو دعوت کردی خونه، ولی یه نفر رو گذاشتی اونجا، گفتید بشینید من میام. و با اون در حقیقت من به اون نتیجه رسیدم که واقعا دیگه این کار رو انجام ندم. حتی با آقای دکتر نصر احمدی هم بگم عزیز من این برنامه مال شما، شما میخوای راجع به قانون اساسی صحبت کنی، چون هر دفعه تو برنامه هاتون هی میگید که ما میخواستیم اینجا نیاییم، به اصطلاح توی قسمت سیاسی شما ما رو به بیراهه کشیدید. قشنگ چهارشنبه اون قسمتی که مربوط به ایشون هست، من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم و اینجا ساکت میشینم و میگم هم این برنامه مال آقای انصاری. در هر صورت بابک جون، اگه فکر میکنی من به تو عذرخواهی باید بدهکارم که من فکر نمیکنم، اوکی ازت عذر میخوام، ولی شما ضرب المثل دارین، خودت دیدی دیگه، میگه اگر تحمل گرمای آشپزخونه رو نداری نیا تو آشپزخونه، ساندویج کولدکات بخرید قشنگ بشینید زیر سایه بخورید، کاری هم به سوربی نداشته باشید، ولی اگه میای اینجا تحمل گرما رو داشته باشید. نمونه زنده یا مردهش همین گربه، آقا گربه بود، کی بود؟ گربه نره که این یکی گربه ماده بود، آقای بهرام آبتین بود دیگه، خود شما ایشون رو به سلابه کشیدید، درسته؟ پس نباید انتظار داشته باشین من چون با شما دوست هستم یه مقداری تبعیض قائل بشم و اونجایی که شما راجع به فرح و 1,000,000 دلار میگی من خفه بشم، اونجایی که شما راجع به حرم سراها میگی من خفه بشم، اونجایی که شما راجع به دیگه چی گفتی؟ راجع به ساواک و مهربونیشون یا نامهربونیشون گفتی، باز هم من خفه بشم. من اگر میخواستم خفه بشم، باور کن همین آقا رضا بنده رو استخدام میکرد، مثل این نوچه‌هایی که دور و برش هست، یکی پرچم میبره، یکی دستمال میبره، یکی آفتابه میبره دنبالشون، برای ایشون کار میکردم، پول خوبی هم میساختم، ممکن بود هیچ کم منو نشناسه، هیچ کس هم اذیت نکنه بهم. در رابطه با آقای دکتر نصر احمدی که قانون اساسی رو، کتاب قانون اساسی رو نوشته و ضمناً این کتاب رو به صورت PDF ما داریم اینجا، اگه میخواین براتون میفرستم، یه ایمیل بفرستید به ایمیلایی که میبینید اینجا، من براتون اون رو میفرستم. و وقتی هم چیز میکنید نگید لطفاً کتاب رو برای من بنویس، بفرست. من تا حالا 10 تا کتاب توی برنامه هم به صورت PDF برای این و اون گذاشتم و اینجا توی اون قسمت کتابخونه تلویزیون مردم داریم. شما بگید لطفاً هم نگید پیشکشتون، بگید کتاب آقای نصر احمدی یا کتاب آقای چمنارا یا کتاب هر کسی رو که قبلا تو برنامه گفتم، چون بعضی از شما میرید ویدیوهای چند مدت پیش رو نگاه میکنید و لطف کنید اینو بگید که من وقتی برام میفرستید دوباره نگم کتاب چه کسی رو شما منظورت هست. این از یکی از دوستان که چه عرض کنم، یکی از دشمنان نادان ما با آقای نصر احمدی تماس میگیره و این دیگه کهنه شده. آخه شما خیلی از زندگی عقبی. ببین این زمانی که آقای شایان کاویانی، آقای هومر آبنامیان آمده بودن و کم تجربه تر از ما بودن، چون 2006 امید شروع کرده بود، اینا یه افرادی مثل شما زنگ میزد به شایان کاویانی میگه آقا من 4,000 دلار دادم برات به امیدوار. یک همون احمق هم زنگ میزد به امید امیدوار میگفت که من 4,000 دلار دادم به شایان کاویانی برای برنامه هاش. بعد باعث شد این دوتا دعوا کنن. حسن این برنامه تلویزیون مردم اینه که ما اینا رو اول به این دوستان میگیم و بهشون میگیم که ببین آقا چون جامعه ما جامعه پاکی نیست، افراد ناپاک ناخلف زیاد تو هستن داخلش، اینجوریه، یه نفر آدم احمق موادی معتاد، مطمئنم این نه زن و بچه‌ای داره، نه زندگی داره، نه دوستی داره و اینها، چون کسی که این همه سال
همین جوری با برنامه‌های من هست و مخالف منه، یه مریضی داره. چون اگه مخالف باشه بیاد جلو صحبت کنه، خب مشکلمون حل میشه، ولی خودشو داره رنج میده، یه مریضی داره. بعد اینا تماس بگیره که آقا من مثلا برای تلویزیون مردم پول فرستادم، امروز برای این احمق پیغام گذاشتم. آقای نصر احمدی هم روی تلفن بود، گفتم که ما تمام پولایی که شما فرستادید به بانکای مختلف، ما همه رو براتون برگردوندیم، شما لطف کن با آقای نصر احمدی. چون آقای نصر احمدی به دلیل لور بودن، میدونید وقتی که میگن اگه میخوای حرف حقیقت، میگن بشین لوری با هم صحبت کنیم، یعنی بیغلقش، صاف و صادق، نه صاف و ساده، صاف و ساده و صادق. این بنده خدا باورش شده بود که شخصی به نام کیا از نیویورک، میگم آقا این شماره تلفن رو من میشناسم، من این آقا رو بلاک کردم. میگه نه آقا، این آقا منشی داره. میگم بابا این منشی نیست، این گوگل وایسه، این گوگل وایسه. خانمه میگه این گوگل وایس، این احمق خوابه، بیشتر مواد زیاد کشیده، پیام بذاری. شما پیام میذاری، بعد به شما صحبت میکنه، ولی جرأت من بلاکش کردم، برای من دیگه نمیتونه زنگ بزن. در صورت آقای نصر احمدی، من تمام پولایی که ایشون فرستاده بهش بگو سوربی همه رو برات فرستاده، رسیداش هم موجوده، و اگر میخواد حمایت کنه حمایت کنه. در رابطه با حمایت از برنامه‌ها، نه فقط برنامه آقای نصر احمدی، برنامه های خود من، برنامه های دیگران، هر کدومش رو که نگاه میکنید و هنوز وجدانی غیرتی هست درتون که فکر میکنید چون این برنامه رو دیدید پس تکلیفی بر شما واجبه و باید مثل اون دکتری که گفت من 10 تا برنامه که نگاه میکنم 50 دلار میفرستم، ارسال کنید، لطف کنید این کار رو انجام بدید. اجازه بدید از دوستی که گفته اسمش رو نیارم، بهایی است، و دوست کافر ما که اونم گفته اسمش رو نیارم، تشکر کنم که اینها 5 تا برنامه خریدن، برنامه آقای ارشاد. خیلی جالبه ها دوستان. ببینید توی جامعه نادان و عقب افتاده کجا داریم از این ور که تماس میگیره. این کسی بود که قبلا هم به عنوان آقای کامران عطابکی برای این و اون چین مینوشت، مزاحم خانم دکتر محبی میشه، مزاحم همه میشه، در اصل مزاحم زایده شده، مزاحم هم از دنیا میره. ولی ببینید اون طرف قضیه، یه آقایی از ایران میاد و به دلیل اینکه تو ایران این پول خیلی زیاد میشه، حتی همون ساعت 100 دلار و 50 دلار برای برنامه‌های زنده و بازپخش 20 دلار و 10 دلار، و به دلیل اون سانکشن اینا نمیتونن از ایران پول بفرستن، یه آقایی بهایی میگه من حاضرم پول اینو بدم. من یادم مدت‌ها پیش وقتی که خانم نیلوفر ایراد میگرفت از بنیاد، از اون به اصطلاح میدان شهیاد که این رو بهایی‌ها چون ساختن 9 تا پنجره گذاشتن چنین و چنان و اینها، و حتی قبلشون رو به قبله اونها هست، یه آقای اگه اشتباه نکنم شیرازی هم بود به نام آقای بیات از اروپا، ایشون برنامه خانم نیلوفر رو حمایت میکرد و میگفت که من حمایت میکنم که این زن بتونه حرفاشو بزنه و بهایی‌ها اگه راست میگن نباید از یک بانوی ایرانی که آمده حرفشو میزنه اینجور به هراسن، به وحشت بیفتن. و الان آقای ارشاد این مسئله ای رو که دنبال کرد، بعد خانم چیه کار مهرنگیز کار اون سوالی رو که کرد که اگر امروز این خانم طاهره عینت قرة العین بود و میخواست، دوست داشت یا دیگران دوست داشتن که ایشون عضو اون بیت العدل باشه، دین شما اجازه نمیده. و چقدر باز قشنگ بیت العدل پاسخ داده در نامه‌ای که بله این اشکال هست و ما جوابی براش نداریم. خب بعد یه بهایی و یه کافر میان 5 تا برنامه ایشون رو حمایت میکنن، یعنی از هفته آینده، و چقدر هم به موقع، چون فرایدی 21 سه چهار روز پیش آخرین برنامه‌ای بود که ایشون پولاشو از قبل داده بودن براش، بعد از این هفته جمعه که میاد این برنامه‌ای که ایشون لطف کرده. بدین وسیله من از شما تشکر میکنم، از اون دوست کافرمون هم تشکر میکنم. حالا چجوری این بهایی با اون کافر دوسته و این بهایی و اون کافر و اون آقای مسلمون با هم دیگه
میتونن انتقاد کنن، میتونن ایراد بگیرن از هم دیگه، ولی با هم دوست باشن، این چیزی هست که من و شما بهش احتیاج داریم و باید یاد بگیریم. اینم از این. بذارید من برم روی صفحه خودم، صفحه شخصی خودم روی فیسبوک و از اونجا برای شما این یو استریم رو بفرستم. نمیدونم چجوری، شاید یه حسابی به نام یو استریم مردم تیوی باز کنم که به اصطلاح روی اون بیاد، چون من اون موقعی که یو استریم رو باز کردم اصلا بلد نبودم صفحه فان پیج یا صفحه بیزینس باز کنم و روی صفحه خودم میرفته. حالا هم همین جور است. الان بذارید من صفحه خودم نشونتون بدم. دوستان میگم وقتی میان ویدیوهای یوتیوب رو میبینید، مال ما سابسکرایب بشین، مشترک بشین. وقتی میان رو صفحه شخصیمون دوست بشید. وقتی میان رو صفحه بیزینسمون، صفحه تلویزیون، لایک رو بزنید که خدا بگم اینا رو چه کار کنه که ما رو به چه بدبختی کشوندن. یه جا میگه سابسکرایب، یه جا میگه دوست، یه طرف میگه آقا من که با این دوست نیستم. درستم میگه نایزاشته که بابا لایک و نمیدونم فالو و اینا، هی جدا جداش کرده و ماها رو هزار قسمت کرده. بذارید من این صفحه خودم رو هم بهتون نشون بدم که اینجاست. بله من این رو اول صفحه کاملش رو بهتون نشون میدم، به این صورت هست و میبینید شما وقتی میایین اینجا سوربی و تو این صفحه اگر متوجه شده باشید من دیگه برنامه‌های کانون آوا رو نمیذارم، برنامه‌های آقای انصاری رو نمیذارم، چون این صفحه شخصی خودم هست. بله اگه یه ویدیویی رو دوست داشته باشم میذارم و اون حق خودم هست، چون این صفحه خودم هست، میخوام با دوستانی که با من وجه مشترک دارن به اصطلاح اون رو شیر کنم، در میون بذارم و سهیم باشم. ببینید اون چیزی که گفتم، الان کسانی که روی فیسبوک خود من شخصی میاین این رو میبینید، برای شما آمده و روی این اگر کلیک کنید شما رو میبره به اصطلاح یو استریم که میتونید این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. دیگه ما نمیدونیم چه راهی، اگه آیپد داشته باشید، آیفون داشته باشید، حتی کامپیوتر پی سی ویندوز داشته باشید، از این راه میتونید، از راه تلفن میتونید، از راه مردم تیوی هم میتونید. دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم. همینجا اجازه بدید که من این رو شیر کنم با دوستانی که روی مردم تیوی احتمالاً ما رو میبینن. بهش میگیم بله روی پیجی که ما منیج میکنیم بفرست بره، اونجا هم آمد. اگر اونجا هم بودید احتمالاً میتونید الان این رو باز ببینید. خودم امتحان کنم ببینم هست یا نه. بله میبینید اینجا آمد، البته اونجا عکسش یه چیز دیگه بود، اینجا عکسش یه چیز دیگه بود. این هم از این ماجراهای فیسبوک و کامپیوتر و اینها هست که صفحه ها از توی کامپیوتر میری یه صفحه دیگه میبینی، به موبایل تبدیل میشه به اون. این عکس گلی بود ایام بهار ما گذاشته بودیم، حالا هم که عوضش کردیم تلویزیون مردم هنوز این رو نشون میده. و اینجا ببینید نوشته که همین الان برنامه سوربی با مردم شروع شد به صورت زنده روی یو استریم، و این رو که کلیک میکنید شما رو میبره توی صفحه‌ای. بذارید نشونتون بدم اگه بخواید، صداشم احتمالاً هست، ولی یه دونه آگهی اولش میده به خورد شما. میبینید اینجا یو استریم شروع میشه، یه دونه آگهی هم میده به شما، اینجا هم نوشته لایو. و اگر میخواین آگهی نداشته باشید باید ماهی فکر کنم $4 به یو استریم بدید. دوستان به من پول نمیدید، اگر یه نفر واقعا همت کنه ماهی $50. صداشو میبینید؟ من بشنم صداشو میشنوید؟ ببندم. بله شروع میشه، یه کمی طول میکشه، دلیلش هم نمیدونم، چون ویدیو استریمینگ هست و باید بفهمه که شما جزو مفتخورا هستید و پول ندادید و برای شما تبلیغ غالب کنه بهتون و اینها، یکم طول میکشه. ببخشید اگر من کلمه مفتخور رو میگم شما بدتون میاد، باور کنید مفتخورید و الا نباید بدتون بیاد. اون آقای دکتری که پول برنامه هاشو که نگاه میکنه میفرسه، الان عین خیالش نیست، میگه من که اون چیزی رو که خودم فکر میکردم، حالا اگر مذهبیه میگه مدیون، اگر معمولیه میگه اون چیزی که فکر کردم وظیفم هست. ولی شما اگه گفتی ای بابا این سوربی هر روز به ما میگه مفتخور، مفتخور بودی و هستی، یه کاری دربارش انجام بده. و شما میتونید این یو استریم رو ببین، یعنی بشنوید. حالا اگه من به زودی
چون یه لپتاپ دیگه هم آوردم گذاشتم اینجا، میبینید؟ بله، یه لپتاپ دیگه هم آوردم گذاشتم اینجا، اگه بتونم به زودی اون رو هم راه بندازم که از یک فید استفاده کنیم. البته این ویندوز 10 داره، ویندوز 10 رو که گذاشتیم استریو میکسش کار نمیکنه. لعنت به تو بیل گیت. حالا ما کاری به یهودی ها نداریم، ولی فکر کنم تو هم از این صهیونیست ها هستی. این حرام لغمه واقعا دفعه قبل این رو میفرستاد برای افرادی که واردن، میگفت که شما امتحان کنید به صورت بیتا یا بتا میفرستاد، میگفت که شما امتحان کنید اشکالاشو به من بگی. این بار گفته من چرا این کارو بکنم؟ اولا ویندوز 10 رو با یک براوزری که همه شما فکر میکنید این براوزر ای نوشته اینترنت اکسپلورر، ولی نیست، این مایکروسافت ایج هست. اون وقت اون اینترنت اکسپلورر رو قایم کرده. چرا قایم کرده؟ دلیلش رو توی چیز دیروز میگفت، میگفت که این ویندوز 10 رو چون مجانی فرستاده 67 میلیون نفر آمدن این رو به اشتباه یا اشتباه یا هرچ اینستال کردن، نصبش کردن. بعد میگفت حالا 67 میلیون نفر شدن نوکر مجانی این، برای این میفرسن که آقا باگ داره، اینجاش کار نمیکنه، استریو میکسمون کار نمیکنه، نمیدونم درایورایی که روی اون داشتیم کار نمیکنه، درایور ریل تکمون کار نمیکنه، و مردم رو سر کار گذاشته. من امروز با یکی از دوستان، با آقای جاوید شهافر صحبت میکردم، گفتم اگر شما ویندوز 10 رو اینستال نکردید یا اپگرید نکردید این کار رو انجام ندید، چون درایوراتون میرزه به هم. ایشون گفت متاسفانه این کار رو انجام دادم و همون موقع براش فرستادم که ببینه. حتی برید رو خود مایکروسافت وبسایت، خود مایکروسافت که اونم از زرنگیشه، درست این آخوندا میگه بذار فوش بدن ما ببینیم کیان، بشناسیمشون. از زرنگیش یه صفحه رو درست کرده به نام ویندوز 10 ساکس. ساکس که میدونین دیگه، چیزایی که بده و گند میده و اینها، آمریکایی‌ها میگن ساکس. این خودش اونجا برید ببینید چند هزار نفر توی همین چند مدت شکایت کردن که آقا این چرا زندگی ما رو ریختی به هم، و شما اگر کارت اشکال نداره چرا آمدی اینترنت اکسپلورر رو عوض کردی، حالا این مایکروسافت ایج، اونم به ما نمیگی که یه این براوزر جدیده، نمیتونی داخلش هوم پیج خودت رو بذاری؟ همیشه بینگ رو که یک جستجوگر مال خودشه مثل گوگل یا مثل اسک مال یاهو، این رو به زور میکنه توی گلوی من و شمای بیچاره. و نمیدونم اگرم برگردیم به ویندوز 8 و ویندوز 7 که خب بعدن همه کامپیوترها و اینها ویندوز 10 شده، ما از قافله عقب میفتیم. چه باید کرد؟ نمیدونم. در رابطه با کامپیوتر و اینها ما یه دوستی داریم به نام آقای ادراکی. من دو هفته پیش یا هفته پیش با ایشون صحبت میکردم، بهش گفتم آقای ادراکی شما که لطف میکنید به من میگید، به آقای صبری میگید، به دیگران کمک میکنید، خب به جای اینها یه بار اینو ضبط کنید بفرستید که ما که استفاده میکنیم هیچ، به دوستامونم روی یوتیوب و اینور اونور نشون بدید. ایشون چون کارش کار تکنیکی هست، تو کار ویدیو و آدیو و اینها خیلی مثل که هنوز چیز نداره. بذارید من براتون اگه بتونم اینو نشون بدم. یه ویدیویی برای ما فرستادن، دو دقیقه هم کمتره، ولی ویدیو حقیقتش نه صدای خوبی داره نه تصویر خوبی داره، و من از ایشون انتظار بیشتری داشتم و میدونید تو سیستمم نیذاشتم که بعدن اگر بهترشو فرستادم بهترشو پخش کنم، ولی حالا اگه بشه همین جوری ببینم روی این میتونم براتون ضبط کنم، یعنی پخش کنم، سعی میکنم که براتون پخشش کنم که نوشته صحبت میکنه در رابطه با فیلتر شکن و نصب فیلتر شکن، سایبر گوست، گوست که میدونید این اجنه و روح و اینا رو اینجا میگن گوست بهشون، گوست باستر فیلم خوبی بود قدیما میخندیدیم. در صورت سایبر گوست، سایبر که همین اینترنت و این فضای مجازی رو میگن سایبر، و گوست هم همون اجنه های هستن که از ما بهترون یا از ما بدترونی هستن که من و شما نمیبینیم، ولی خیلی به اصطلاح چیزش کوالیتی صدا و تصویرش بد بود. بذارید من
براتون ببینم میتونم این رو الان بیارم یا نه. متاسفانه بعض وقتا هم این دستگاه ما یک کمی اذیت میکنه و نمیذاره. هی یادم هم بود که این رو بذارم توی برنامه پخش کنم، اسمش هم حتی عوض کردم، از سایبر گوست نوشتم آقای ادراکی، ولی متاسفانه قبل از برنامه یادم رفت که این کار رو انجام بدن، دیگه پیر شد. حالا هر وقت درست شد براتون میذارم، چه کار کنیم دیگه. خب آها، و اما GG26، بهتون گفتم که 26 ماه جون، جولای و آگست، آقای مهدی مهدیزاده تبریزی یک برنامه رو گذاشته به نام God's Grace، رضایت الهی، رضای الهی، هر چی که اسمش بذارید، و این رو در هتلی در منطقه نزدیک دالاس ایرپورت میگیره. حالا این ما در یک هتلی در منطقه اسپرینگفیلد گذاشتن. بذارید من براتون آگهیشو اصلا نشون بدم، سعی میکنم این آگهی رو وبسایتونم بذارم. و این دوستان یه مقداری به اصطلاح تنبلی میکنن، چون شما اگر یه مجلس خیلی خوب و بزرگ و خوبی ترتیب بدی ولی اون قسمت خبررسانی به مردم اون قسمت خوب عمل نکنی، انجام ندی، حتی فامیلای نزدیک دوستات هم نمیدونن شما کجا هستی، اونها کجا باید بیان و الی آخر. ببینیم که این چی میشه. Open file، switch to، و این رو هم شاید در بین آگهی بذارم توی کامپیوتر که بتونید شما ببینید. حالا میترسم انقدر هی ما این رو انگولک کنیم که اصلا خاموش بشه این دستگاه، چون اینجوری هم هست بعضی وقتا این اتفاق میفته. حالا من بیام این رو بیارم پایین، آدرس و ایناشو بهتون نشون بدم اگر بشه. بله الحمدلله اینجا درست شد. خب کامرای دو، ببینید دوستان، اون موقع ما روز جمعه هم که آگهی ایشون رو براتون خوندیم، تیچر یونیورسیتی گادز گریس هیومنز دی، نوشتن آف ایچ مانت، یعنی هر ماه 26 و شماره تلفنشون هست 202-680-0456. بعد این پایین 26 آگست، امروز 24 دوستان، یعنی دو روز دیگه، 26 آگست 2015 هالیدی این در 6401 براندون اونیو اسپرینگفیلد ویرجینیا 22150. اگر کسی این فلایر رو میخواد که پست کنه روی فیسبوک بذاره، برای دوستانش بذاره، با من تماس بگیره برات بفرستم، یا با خود آقای مهدی مهدیزاده تبریزی با شماره تلفن 202-680-0456 یا با ایمیل tu26gg@gmail.com یا روی وبسایتشون theteacheruniversity.com که اینها اینجا هست. و یک کمی به نظر من اینها که اینقدر جای سفید داشتن، میتونستن این قسمت اطلاعات، شماره تلفن، ایمیل، اینها رو بزرگتر کنن، ولی صلاح مملکت خیش به اصطلاح خسروان دانن و ما میذاریم خود اینها تصمیم بگیرن. بذاریم من ببینم میتونم این آقای ادراکی ویدیوش رو باز کنم برای شما. بله، که همینجا که الان هستیم روی فیس، روی صفحه ما ببینید، بذارید صداشو هم باز کنم. آقای ادراکی خودت قضاوت کن که صدا و تصویر چگونه هست. بذارید من این صدا رو براتون باز کنم دوستان، برای کسی که از اول دوباره برای... سلام، امروز هم در خدمتتون هستیم با آموزش نصب یکی دیگه از فری وی پی ان برای کسی که دسترسی به فیلترش نداره. برای اینکه این وی پی ان رو دانلود کنید میتونید از این لینک روی وبسایت ما قرار داره استفاده بکنید.
بعد از مراجعه به این صفحه میبینیم که تمام لینک هایی که لازمه براتون قرار داده شده، ولی اگه لازم داشتیم میتونین نسخه ویندوزی اون رو از این لینکی که اینجا هستش استفاده بکنیم و دانلود کنیم. این لینک مستقیما شما رو منتقل میکنه به صفحه دانلود این فری وی پی ان برای cyberghostvpn.com و اونجا میتونین نسخه ویندوزی این رو دانلود کنین. آدرس مراجعه کردین کافیه برای فری دانلود کلیک بفرمایید تا فایل مورد نظر براتون دانلود بشه، که یه فایل سی جیه که به این ترتیب اگر که دانلودش بفرمایید با پسوند ایکسه براتون دانلود میشه و شما برای اینکه نصبش بکنید فقط کافیه که دستور عمل رو طی بکنید و قرارداد اکسپت بکنید، نکست بفرمایید و منتظر بشید تا این فایل براتون نصب بشه. بعد از اینکه سایبر گوست نصب بشه به راحتی با اجرای اون باید پرس برای لینکی که در روی صفحه نمایش وجود داره می‌بینیم که نرم افزار اجرا میشه. زمان کوتاهی میگیره برای اینکه بتونه دیتکت بکنه و شما رو منتقل کنه. بالا اینکه مشاهده میکنید در اصل نشون میده که در حال حاضر آی پی شما کجاست و شما به راحتی میتونید با آی پی ناشناس برای اینترنت سرچ کنید و به اطلاع دسترسی پیدا کنید. خب بسیار ممنون از ایشون، امیدوارم که ویدیوهای بعدی از کیفیتی بهتر، آدیوی بهتر و ویدیوی بهتر به اصطلاح صدا و تصویری بهتر برخوردار باشه. ولی یه پیشنهاد من به شما میکنم آقای ادراکی، چون بنده قبلا دبیر بودم میدونم، شما تصور و باورت رو بر این بذار که طرفی که آمده این سوربیه که هیچی نمیدونه از کامپیوتر و میترسه، به این سادگی برو روی وی پی ان فری بزن و اون پروگرام میاد تو کاری نداره دستوراشو اجرا کنید. این بیچاره سوربی و دیگر سوربی ها اینها رو انجام دادن که به این روز افتادن ویروس آمده. قشنگ تصویر خوب نشون بدید که آقا خانم اگه اینجا سوال کرد، حالا میخوای بینگم بذارم، حالا میخوای اسکم بذارم، حالا میخوای این فروشگارم برات بذارم، با حوصله یکی یکی بگید نه نه نه، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان و اون رو نصب کنید. این توضیحی که شما دادید این مثل این میمونه که یه معلمی بره کلاس بره دبیرستان، خب بله دیگه اونجا دوباره نمیخواد الف به اینا رو یاد بده. ولی بعضی وقتا شما بد نیست که فکر کنی این طرف اصلا کلاس اوله الف به رو بگی یا دو سه نسخه درست کنی، بهشون بگی که من نسخه اونایی که تازه شروع کردن گذاشتم، این نسخه برای اونایی که الف بای کامپیوتر رو میدونن. چقدر قشنگ گفتن اینو، الف با رو میدونیم، حالا میان داستان نمیدونم روباه و کلاغ، و الا شما همونجا اگه بیای داستان رستم و اسفندیار بیاری که کلاس اولی چیزی نمیفهمه که. میشه همین که فکر میکردیم رستم وجود داره، هممون دنبال این بودیم که رستم بشیم، نفهمیدیم که بابا رستم پسر خودش هم کشت. مرسی آقای محمد رضا ادراکی از سوئد، مرسی. خب برنامه زنده رو روی یوستریم میتونید بشنوید و اگر از آگهی بیزار هستید، اگر سر جیب و شل کنید میتونید بدون آگهی ببینید. و اما توضیح درباره بایگانی، یکی از دوستان یا ما رو سر کار گذاشته یا گفت که آقا اون توضیحاتی که دادی من متوجه نشدم. گفتم خب عزیز من این فیلم روی یوتیوبه، شما برو روی یوتیوب صد بار ببر این رو عقب بیار جلو نگاش کن. گفت نه آخه من تو بازپخش دیدم. حالا نمیدونم یعنی یوتیوب نداره، نمیتونه روی یوتیوب بره، نمیدونم. در صورت من یه بار دیگه درباره آرشیو چگونه ما تصمیم گرفتیم اینجوری کنیم و دیگه الان تاریخ ها رو نمیبینی و ویدیوی همه رو میبینید. الان شما اگه بری اونجا ویدیوی مثلا آقای احمد علی مسعود انصاری که قرآن رو به فارسی با صدای آقای انوشیروان کنگرلو سالها پیش درست کردن، نوار 13 همیش رو میبینید. قبل از اون آقای مرداد خانساری ویدیویی رو که لطف کردن فرستادن گذاشتم اونجا میبینید. قبل از اون فکر کنم ویدیوی خود من هست روز جمعه. اینجوری
همون کلمه واریتر که تو ایران میگفتیم، واریتی اینجا میگن، شما انواع ویدیوها رو میبینی و میتونی ساعتها حتی اگر بخوای روزها بشینی اونجا و خودت رو سرگرم کنی. چقدر خوبه که میگن سرگرم، نمیگن خودت رو دانش چی میگن فرهیخته کنی، خودت رو استاد دانشگاه کنی. ضمن این که الان هست کلاسایی که روی اینترنت هست و شما با تماشا کردن، با خوندن، با رفتن، با سوال پاسخ دادن میتونید از طریق اینترنت دانشمند بشید، دکتر بشید. طرف بمب ساختن اینا رو از روی اینترنت یاد میگیره، دزدی‌ها رو از روی اینترنت یاد میگیره، اسلحه نمیدونم چه کار کنم از روی اینترنت یاد میگیره. ولی بارها من گفتم برنامه من اینجوری نیست که شما بگید من آمدم آقا برنامه‌تو نگاه کردم چیزی یاد نگرفتم. خب دیگه نگاه نکن و شما اشتباه میکنی. شما چیزی یاد گرفتی، یاد گرفتی که برنامه سوربی چیزی یاد نمیگیری، ولی بلد نیستی بفهمی که بابا حتی صحبت کنی درست. اینم از این ماجرا. ساعت 2:47 است و امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد، و اگه حال داشته باشم توی برنامه ایشون بهش زنگ میزنم، تماس میگیرم، بگم آقا این نواری که گذاشتی میخوای به ما پخش کنیم، این آقای عباسی یا هر کی صحبت میکنه میگه امامم با آمریکایی‌ها اینجوری و کلید میآوردن و کیک میآوردن و چی میآوردن، خب پس این امام دروغ میگفت، میگفت مرگ بر آمریکا، جلو مردم میگفت مرگ بر آمریکا، اون پشت آمریکایی‌ها داشتن با آقای رفسنجانی و تفنزانی فلان یه کارایی میکردن. خب اگر دروغ گفتن در سیاست اوکی هست، پس چرا آقای خمینی اومد گفت چرا شاه دروغ گفته؟ خلاصه ببینیم که حالا ما تا موقع حال داریم به ایشون تماس بگیریم یا نه. و جی جی 26 رو گفتم، امروز 24 آگوست، دوم شهریور 1394. من روز جمعه یه مقاله رو خوندم از خانم شایسته الهامی در نشریه هفته، که بعدن فهمیدم این هفته نامه است، به همین خاطر اسمش رو حتما گذاشتن هفته. و خیلی جالبه، بعد از اون برنامه چندین تلفن و چیز داشتم که آقا شما میدونید آقا خسرو شمیرانی کیه؟ گفتم نه، من یه شمیرانی میشناسم، همون سعید شمیرانی، برای هفت پشتم بس. آقا این آقا مأمور جمهوری اسلامیه. گفتم من که خبر ندارم، ولی چون به خود منم میگن مأمور جمهوری اسلامی، هر کسی با هر کی مخالفه میگه مأمور جمهوری اسلامی، دیگه معنیش از دست داده. حالا یعنی چی مأمور جمهوری اسلامی؟ یعنی دیروز گفتم که کاش که یکی دیگه اگر زنگ بزنه اینو بذارم سر کار. ببخشید ما یه کمی خودمون مرض داریم. امروز صبح یه نفر زنگ زد، به نظرم یه جورایی صداش با همون کسی که قبلا زنگ زده بود یکی بود. من چون فکر کردم که ایشون همونه و میخواد با چند بار زنگ زدن به اصطلاح کاری بکنه که ما مثلا اگه نشریه هفته نشریه مینیسته چیزی مقاله مینیسته فلان اینها، گفتم که چقدر خوب شد که شما زنگ زدید، چون چندین نفر هم قبلا زنگ زدن و به من گفتن که آقا این نشریه هفته اصلا صدای آخونداست، این آقای خسرو شمرانی مأمور آخونداست. ولی من از شما یه سوالی دارم، شما چجوری فهمیدی که ایشون مأمور آخونداست؟ طبق مأمور گفت که ای آقا شما نمیدونی؟ گفتم همینجا وایسا، میخوام بهت ثابت کنم که درست بلد نیستی صحبت کنی. اگه شما زنگ زدی به من میگی آقا این مأمور جمهوری اسلامیه، یعنی خود شما باور داری که من نمیدونم، درست میگم؟ اگر باور داری که من میدونم و دوباره زنگ زدی، یعنی باور داری که من میدونم که این مأمور جمهوری اسلامیه ولی منم شدم بلندگوی اون، کدومشه؟ گو نه من میدونم که شما نمیدونی، اصلا اولین بار بود که این نشریه رو باز کردی و فلان اینا. گفتم پس چرا به من میگی آقا تو نمیدونی که این ماموره؟ نه ولی من میخوام اینم شما از کجا میدونی؟ آیا شما مسئول پرداخت کات کردن چکای اینا هستی؟ شما از کجا میدونی که ایشون ماموره؟ آقا همه میدونن. گفتم ببین همه که الان رو خط تلفن نیستن، من هستم و شما، شما برای من توضیح بده این همه که میدونن چی به شما گفتن که به شما ثابت شد که این مامور جمهوری اسلامی؟ فکر میکنی چی گفت دوستم؟ یه مش مزخرف. آقا نشریهشو بخون، اصلا خطش معلوم نیست. گفتم اگه خطش معلوم نیست پس چی میگی؟ میگی این جهت آخونداست.
خیلی از نشریه‌های ایرانی به خاطر اینکه بتونن آگهی‌هاشون رو نگه دارن میان رو شدن. شما نشریه آقای مختار رو نگاه کن، تقی مختار، شما به من بگو ایشون طرفدار سلطنت، طرفدار مجاهدین، طرفدار جمهوری چیه؟ هیچ. نشریه آقا تهران پست رو باز کنید، به من بگید که آقای کرمانی، اربانقی کرمانی، شما به من بگید که ایشون خط و مش چیه؟ جمهوری خواه، طرفدار پادشاهیه؟ هیچ. چرا؟ برای همین هست که وقتی ورق میزنی آقای دکتر اونجاست، ریلتور اونجاست، نونسنگکی اونجاست، کله‌پزی اونجاست، رستوران اونجاست. برای چی؟ برای که ما یه جامعه ای داریم که اگر یه نفر آمد گفت آقا این طرفدار جمهوریه، اون دکتره میگه اگه من زدم اینجا مشتریای شاه اللهی نمیان پرومن. ببینید چقدر ما بدبختیم. اونی هم که طرفدار جمهوریه نمیاد اینجا، میگه من اگه اومدم اینجا مردم میفهمن من طرفدار جمهوری هستم، پس مشتریا نمیان. ما یه ملت عقب افتاده بدبختی هستیم. بدبختیمون همین که یک خانمی زحمت میکشه مجانی مینویسه به یه نشریه این مقاله رو میفرسه، اون مقاله لطف میکنه نشریه ایشون رو بدونی که پولی ازش بگیره، بگی یه چهارم یه هشتم یه صفحه نیست صفحه با پول بدی، اینو پخش میکنه. این خانم لطف میکنه برای ما هم مینویسه که این نشریه آرتیکل من یا مقاله من رو چاپ کرده، ما میایم میخونیم. حالا بدبختیمون از اینجا شروع میشه، عقب افتادگیمون از اینجا شروع میشه. چندین نفر زنگ میزنن میگن آقا گیرم که مأمور جمهوری اسلامیه، گیرم که اصلا این نشریه رو آخوندا برای من و شما توی کانادا چاپ میکنن. این مقاله‌ای که این خانم نوشته، خیانت یا شجاعت، خیانت یا شهامت یا هرچی، نظر درباره این چیه؟ بیچاره عقب افتاده تر از من. هیچ. من که نخوندم مقاله رو، من همین جوری تا دیدم شما راجع به این صحبت کردی، تا دیدم آقای خسرو شمیرانی اگه من میخوام آگهی چلو کباب بدم باید پول بدم، قبول نمیکنه به جاش چلو کباب بخوره، گفتم خب یه ضربه بزنم. این بدبختی ماست. از اون ور مفت خوریم، از اون ور ترسو هستیم، از اون ور دروغگو هستیم. بابا باز زمان کوروش اقلا گفت خدایا ما را از خوشسالی و دروغ و اینها چیز کن. الان 100 تا عیب فقط توی یه جمله داری. خب آقای احمد علی مسعود انصاری، قرآن فارسی، ترجمه فارسی با صدای انوشیروان کنگرلو، نوار 13مش هم روی آرشیو و بایگانی و اینها به زودی خواهد آمد، معمولا روی فیسبوک روی بالاترین هم براش میذاریم. راجب امید نادان براتون گفتم، برید حتما ببینید که ایشون یه مصاحبه انجام داده با آقای ساسان کمالی تلویزیون اندیشه، حالا تلویزیون افق آمده گفته که اینا بدون این که به ما خبر بدن. دوستان، امید نادان یه حرف قشنگی زد با همه نادانیش، گفت ملت ببینید اینا هنوز به قدرت نرسیده اینجوری میخوان تفتیش عقاید کنن. خب آقای ناامید نادان، چجوری وقتی من به تو گفتم اون موقع وایسادی فحاشی کردی، گفتم که اینا به قدرت نرسیده اینجوری هن، اینا امروز اینجوری دروغ میگن، فردا چه کار میکنن؟ حالا امروز چوب خیسشون به تن خودت خورد. همون جوری که من به دوستان بهایی میگم دوستان شما امروز در تبعید و فرار و اقلیت هستید، اینجوری به من میگید ویدیوی آقای حسن ارشاد رو بده ما ببینیم اگر گفت، یعنی من ویدیو ایشون رو بفرستم شما بگید نه آقا ایشون یه چیزی گفته به من خیلی خوش نمیاد، دوباره من با آقای ارشاد بگم آقا یه ساعت دیگه برنامه ضبط کن، 5 ساعت بشینه ضبط کنه، ادیت کنه، بفرسته، بعد یکی دیگه از شما بگید نه آقا اینم درست نیست، دوباره بگم خب پس هم اون نوکر شماست هم من نوکر شما هستم، به ما میگن نوکر بیجیر و مواجب، درسته؟ خب بهایی ها میخوان وزارت ارشاد را بندازن اینجا، تلویزیون افق میخواد ساواک و... حالا جالب اینجاست که آقای ناامید نادان آمده در اون برنامه میگه نه آقا ساواک شکنجه نمیداده. بابک جان حتما برو اونو نگاه کن. آقای رضا پهلوی گفته آقا این حرفایی که میزنی مزخرفه، آمده تعریف کرده از شاه و رضا شاه، بعد آقای رضا پهلوی دفتر افق و اینها و مدیریت چی دفتر نمیدونم فلان، که همین نادان مسخرهشون میکنه میگه دیگه کله مورچه چی کله پاچه‌اش چی باشه،
تلویزیون افق دو نفر سه نفر کارمند چیه که دفتر یه چیزی هم میگن دفتر ای خدایا یادم رفته. در صورت اینا رو ببینید دوستان بخندید، چیزایی رو که من 20 ساله دارم تو تلویزیون میگم و از 30 سال پیش بهش رسیدم، امروز اینا یکی یکی دارن بهش میرسن. از اون آقای بهمن آبتین، از آقای دکتر نصر احمدی، از خود بابک هروی، از دوستان دیگه‌ای که رفتن یکی یکی سراغ رضا پهلوی و برگشتن. هیچ عیبی نداره، هیچ ایرادی نداره، ولی به شرطی که بیان یکی یکی بگن ما اشتباه کردیم اون موقعی که فکر میکردیم این هم مرد عمله هم به اصطلاح سیاست مداره. بابا طرف خودش میگه من دلم میخواد برم فیلم برداری، برم کارگردانی. بابای این بنده خدا خودش گفته بود ای کاش من یک کارمند ساده‌ای میشدم، 8 میرفتم سر کار، 2 بعد از ظهر میومدم به کار و زندگی میرسیدم. اینا پدرانشون بهشون ظلم میکنن وقتی که میان یه تراستی میذارن، اون پولایی میذارن یا مجبورش میکنن که شما باید شاه بشی. آقا ناتوان، نمیتونه، یا اصلا شاه شدن رو دوست نداره، ولش کنید. نه آقا، شما اصلا این ژنی که تو وجودت هست یه ژن مخصوصه. وقت به اینجا میرسه، بعد یکی یکی ناامید میشن، بعد میاد ویدیو درست میکنه بر علیه همین آقا رضا پهلوی. تا دیروز ایشون رضا شاه دوم شما بود، عقب افتاده بیچاره در سوئد، امروز داری در بر علیه صحبت میکنی. برید ببینید، پیداش کنید، بخندید و به دیگران هم نشون بدید. و اما توضیح درباره بایگانی اجازه بده من بهتون نشون بدم یکی دو دقیقه که وقت داریم. اگر به وبسایت تلویزیون مردم، مردمtv.com مراجعه کنید، وقتی که این صفحه اصلی رو میبینید، بذارید من صفحه اصلیش رو بیارم، چون شما وقتی میرید اونجا این رو میبینید. ببینید شما وقتی میرید روی اون صفحه اینجا رو میبینید، و اگر کامپیوترتون درست باشه، خودتون بلد بودید، یه نفر داشتید که وارد بوده مدیا پلیر رو، پلاگ این و ادآن و اینا رو بذاره، اینجا این وسط برنامه من رو میتونید زنده ببینید و برنامه دیگه. اگر نه مجبور میشین بیان تو این قسمت سوم، این آرشیو یا آرکایو یا بایگانی، این رو که کلیک میکنید شما رو میبره تو این صفحه. عکس چندین نفر رو اینجا میبینید، اولین سمت چپ عکس خودم هست. وقتی شما رو این کلیک میکنید، قبلا به این صورت نبود، قبلا فقط ویدیوهای من به ترتیب تاریخ میومد، ولی الان میبینید ویدیوهای آقای انصاری رو که امروز صبح ما گذاشتیم این آخرینه، ویدیوهای آقای خانساری، مرداد خانساری اینجاست، ویدیوی خودم مال جمعه اینجاست، ویدیوی آقای مینویی مال چهارشنبه اینجاست، و همینجوری میره. من نمیدونم والا، فکر کنم هزاران ویدیو ما اینجا داشته باشیم. این پایین میبینید نوشته load more، یعنی تعداد ویدیوی بیشتری بذارید بیاد اینجا، میزنید دوباره اینا میاد، دوباره همه اینا رو که دیدید میزنید این میاد، کاری هم نداره، میشینید خونه زنگ میزنید پیتزاهات براتون پیتزا میاره، و هر وقت هم خواستید برید دستشویی یا حمام میذاریدش روی پاز، روی استراحت، وایسا، هرچی که اسم میگه، چون پاز توی آلمانی وقت استراحت رو میگفتن، وقتی که میخواستید بین مدرسه کلاس بری زنگ تفریح میگفت برید پازه و برگردید. حالا اینجا میگن پاز به عنوان ایستش میکنه رکوردو. اینا ویدیوهایی هست که اینجا هست و ماها شما میتونید بزنید و نگاه کنید. خوبی ما اینه که چون حرفی که میزنیم نه ترسی داریم نه دروغی گفتیم، تا سال 2003 شما میتونید ما رو روی ویمیو و روی یوتیوب و اینها پیدا کنید. حالا برید آرشیو تلویزیون‌های دیگر هم ببینید، اونایی که ادعا میکنن تلویزیون جهانی 1-2-3، تلویزیون جهانی ABC، ببینید آرشیوهاشون موجوده. یه برنامه رو امروز که میذاره تا 6 روز به مردم میگه که داریم به زودی سعی میکنیم آرشیوشو بذاریم، نمیذارن تا برنامه بعدیشون بیاد. بریم آگهی رو ببینیم برگردیم. ضمناً پتروس هندیمن از من خواسته که دوباره آگهیشو پخش کنم، امیدوارم این بار چند تا مشتری درست حسابی به اصطلاح به این زنگ بزنن. این دفعه گفت تو 3 تا محل نمیرم کار کنم،
یه وقت فرصت کنم باهاش صحبت کنم ببینم چرا تو این محل ها نمیره. بیورلی رو گفته بود از من دوره، به رفتن و اومدن و با ترافیکش نمیارزه. فکر کنم یه دلیل دیگه داره. دلیلش رو وقتی آوردیمش روی خط از زیر زبونش میکشیم. پتروس هندیمن، اگر کسی در کالیفرنیا در منطقه لس آنجلس و اینجاها در اون ایریا کد 818 کاری داره، هندیمن لازم داره، پتروس میتونه بیاد کمکش کنه یا اقلا راهنماییش کنه تا بتونه اون سرویسی رو که میخواد سرویس خوبی پیدا کنه. یه دونه آگهی میبینیم برمیگردیم، برنامه رو ادامه میدیم. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد، کارشناس ارشد هستیم، کسی که 60 سال در آمریکاست و فوق لیسانس مکانیک و اینها رو گرفته، ولی باور داره که دولت جمهوری، که حکومت جمهوری اسلامی ایران ایران رو مستقل کرده و به کشورهای دیگه باج نمیده و باور داره که دولت آقای حسن روحانی به اصطلاح دولت منتخب مردم هست. ببینیم و برگردیم. برنامه‌اش جالبه، به نظر من ارزش این داره که وقت بذارید و نگاه کنید. حسنش هم اینه که هم تلفنش روی وبسایت روی صفحه میاد و هم ایمیلش. میگه که اگه میخواین پیام بذارید، پیام ها رو تو برنامه بعدی پخش میکنه، جواب میده، ایمیل بفرستید میخونه، یا زنگ بزنید در حین برنامه زنده. در حین برنامه زنده شرطی که میگه جواب میده اینه که تلفن شما شماره داشته باشه. البته آقای حسن ارشاد نمیدونه که یه احمقای هستن مثل اونی که ایریا کد 516 زنگ میزنه و میگه من کیا هستم. اینها میتونن از این تلفن‌های گوگل وایس و از این تلفن‌های احمقانه و فلان استفاده کنن. به همین دلیل من پیشنهاد کردم بهترین راه اینه که شما اگه می‌خوای اینا رو فیلتر کنی، احمقا پشت در وایسن و آدمایی که سرشون به تنشون می‌ارزه، این سرشون به تنشون می‌ارزه، ما استفاده می‌کنیم ولی نمی‌دونیم از کجا شروع شده. اونایی که سرشون به تنشون می‌ارزه بتونن بیان تو، بهترینش اینه که بگی آقا پیام بذار، پیام اگه گذاشت شما گوش میدی، اگه مزخرف گفت میندازی سطل آشغال همون جایی که خودش و خانوادش به اصطلاح تعلق داره بهش، اگر مزخرف نگفت یه حرفی زد منطقی بود و اینها، شما پخش میکنی دیگران هم بشنوند و با هم به اصطلاح نظر بدیم. مرسی که با ما بودید. باشید با ما، جایی نرید که بهتر از اینجا جایی وجود نداره. اگر هست به من بگید تا منم با شما بیام اونجا. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می سازد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. ساعت 3:05 به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا و 12:05 به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا، با شما هستیم از ویرجینیا، واشنگتن. و این برنامه از سربی با مردم. اگر نظری دارید راجع به این چیزایی که من گفتم یا موضوعاتی که من نگفتم، زنگ بزنید، پیغام بذارید و یا ایمیل بفرستید. در برنامه‌های آینده در موردش صحبت میکنیم. بایگانی رو نشون دادم، اگر هم باز سوالی دارید مطرح کنید تا پاسخ بدیم. و اما خانم معصومه علی نژاد که اسم جدیدشون مسیح علی نژاد هست، میدونید که ایشون خیلی
پر سر و صداست و هر از مدتی وقتی که از سر و صدا خاموش میشه باز به یک وسیله دیگه به صورت یک نوشته‌ای به صورت یک ویدیویی میاد و خودش رو مطرح میکنه. چندین وقت پیش به صورت یک صفحه‌ای در فیسبوک آزادی‌های یواشکی خودش رو مطرح کرد، بعد خیلی آمدن گفتن پشت سر این ماجرا کیا بودن، چیا بودن، چقدر پول دادن و اینها، بعد دیگه خبری نشد. معلوم شد که این آزادی‌های یواشکی همونجوری که یواشکی قرار بود بیاد، یواشکی هم در رفت و رفت. ولی امروز یک ویدیویی رو روی فیسبوک روی اینترنت گذاشتن که ایشون از دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن گزارش میده. خیلی جالبه. ما بیچاره ها اون موقع یوتیوب و اینها نبود. من این کارو سالها قبل کردم و یه برنامه 2 ساعته یا 3 ساعته شب رو اختصاص دادم که بیاین دوستان زنگ بزنید و بگید که این دفتر حفاظت جمهوری اسلامی اینجا که یه بخشی هست توی به اصطلاح سفارت پاکستان، چون رابطه ایران و آمریکا با هم خوب نیست، این رفتارش با مردم چگونه است. خیلی ها زنگ زدن، برنامه هم زنده بود اون موقع، تلفن هم زنده. خیلی ها گفتن که رفتارشون بده، اینجوریه، آدم میره اونجا خفقان بهش دست میده فلان. خیلی هم زنگ زدن گفتن برعکس اون چیزی که فکر میکردیم و با ترس و لرز رفتیم، ولی دوست به اصطلاح برخوردشون دوستانه بوده. حتی یادمه آقای جلیل بهار، دکتر جلیل بهار یه دفعه رفته بود که اونجا یه وکالتی بده به بچه داداشش که حقوقش نمیدونن بگیرن یا وصیت‌نامه یه همچین چیزی. بعد این بنده خدا، چون آقای جلیل بهار خودش میگه من کاشی هستم، خیلی ترسو هستم، و به من زنگ زده بود، به دیگران زنگ زده بود که من دارم میرم سفارت ایران. خب دیگه این دفتر حفاظت رو هممون به اشتباه میگیم سفارت ایران، ولی میفهمیم منظور طرف چیه، و اگر برام اتفاقی افتاد شما لطفاً این ور اون ور فعالیت کنید. که به خانمش هم گفته بوده، حتی مثل که به پلیس هم گفته بوده و میره تو دفتر حفاظت، اونا هم خیلی زبل آقای بهار رو میبینن، به به آقای بهار چطوری، آقا چی میخوای یا نمیدونم کار چی، حالا بشین برات یه چای و شیرینی، و اونا دوبله و سوبله هم از ایشون پذیرایی میکنن و کار هر کاری داشته، وصیتی میخواسته پر کنه یا وکالتی، هر چی انجام میدن و ایشون به سلامتی آمد. ولی خانم مسیح علی نژاد ایشون بلده چجوری یه چیز معمولی رو، اصلا میدونید تو کار رادیو تلویزیون، تو کار نشریات، نشریه و اینها، تو کار مدیا کلا شما باید اگزاجوریت کنی، یعنی اغراق کنی. اگه شما بیا بگی اونجا یه تصادف شده بود، یه بچه‌ای با ماشین با دوچرخه خورده بود اونجا، همه میگن آخ میرن. ولی اگه بگی آقا یه تصادف شده بود، دوچرخه‌ای رفته بود رو درخت، همه میگن ای چه جوری بود، فلان بود. یعنی ببین شما اغراق که می‌کنی اونها بیشتر توجه می‌کنن. خب این روزا وسایل بهتره، دوربین مخفی شما یه دکمه می‌خری، یک چیز اینجوری می‌خری، خودنویس خودکار می‌خری می‌ذاری تو جیبت، این دوربین مخفیه. ببین این که بهش میگیم دوربین مخفی، ولی طرف که میری باهاش صحبت می‌کنی، ضبط می‌کنی میاد، یا این تلفنت رو روشن می‌کنی، آدیو ریکوردینگ می‌ذاری تو جیبت، میری هر جا صحبت می‌کنی. دوربین مخفی ورشته رفته توی دفتر حفاظت، دفتر حفاظت هم اونجا هم سوال کرده که اینجوری رو شما موقع انتخابات می‌ذارین مردم بدون روسری بیان، ولی الان اینجوری. اون آقای میگه که اینجا نه، اینجا همچین خبری نبوده، شما به ما بگو، شما برو ببین کجا بوده، برو اونجا سوال کن. و خب کار قشنگی انجام داده، عیب و ایراد اینا رو آمده گفته. من خودم یادمه سال 1000 و نمیدونم به چی میشه 2004 2003 2004 2005، وقتی که گفته بودن که دیگه حالا اگه کسی پناهنده بوده و اینا میتونه بیاد، ما فهم، یعنی خود اونها گفتودن بابا ما غلط کردیم، ما یه کاری کردیم که حالا نمیخوام بگیم ما مغزی بودیم، ولی واقعا مغزا فرار کردن، حالا بیان. البته دولت جمهوری اسلامی منظورش این بود که یه مقداری تبلیغ کنه، پولدارها برگردن، و خیلی هم رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن.
به چه دلیل آخونده اینا رو دوست داشت؟ وقتی میرفت، وقتی میخواست سرمایه گذاری کنه، اگه میخواست یه کارخونه باز کنه، اول باید امام جمعه اون شهر رو میدید، یه پولی به اون بده، یه دوتا آقازاده رو پول بده، باج بده، زیر سیبیلی بده، زیر میزی پرداخت کنه. خب از این ور یه بار، از اون ورم یه پولی میبرد، کارخونه میخرید و میذاشت و اینا. بعد یه مدت میگه آقا اصلا اینجا نمیشه زندگی کنه، ولش میکرد میمد اون کارخونه رو میگرفته. خب ما هم کار میکردیم گرم، اینجا ماشین اونم ایر کاندیشن نداشت، با خب اینجا آمریکا رسمه دیگه، این شلوارک یا شورت میپوشن. هم رفتیم اونجا، گفت که نه برادر، شما چون شلوارک پوشیدی نمیتونی بری اونجا. منم عصبانی، گرمم بود هوا، بهش گفتم آقا اگر مشکل شما و آخوندا و ایران با این شلوارک من حل میشه، من فردا اگر آمدم 3 تا شلوار رو هم میپوشم، که دیگه هم نرفتم اونجا. ولی اینو شما داشته باش، این دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی اسمش، نه دفتر حفاظت من و تو. ما اینو دقت نکرده بودیم. حالا ما رفتیم کنسولگری آلمان، رفتیم اونجا، گفتیم که اون موقع هنوز چند کلمه آلمانی بلد بودم، دم در آلمانی صحبت کردم. تا دم در آلمانی صحبت میکنی طرف نیشتش باز میشه. بعدم ما رو فرستادن با خودمون خانمه که اونجا کنسول بود یا سفیر بود. اصلا من مونده بودم که خود این آمد و با من صحبت کرد و کار من رو انجام داد. بعد به من گفت به دخترتم بگو هر وقت 16 سالش شد میتونه بیاد. اینجوری گفتم ما فکر میکردیم آلمان قانون مثل فقط آمریکا نیست که اگه دنیا آمده باشی اونجا میتونی شهروند بشی. میگفتن خون و زمین، یعنی باید اونجا هم آلمانی باشی، حالا یا مادرت یا پدرت اینا. گفت نه، شما اگه دخترت میخواد بگو که بیاد اینجا، ما بهش میگیم که چجوری و اینها. که دیگه اونم گفت نه من نمیخوام. چرا بخوام؟ ما تو بهترین کشور دنیا شهروندی، دیگه میخوایم شهروند آلمان و فلان اینا بشیم چی؟ البته تا رسید به دوره جورج بوش، دوره جورج بوش خیلی ها فرا کردن رفتن کانادا، گفتن آقا ما نخواستیم به اصطلاح شهروند آمریکا باشیم. وقتی که پرزیدنتمون یا رئیس جمهورمون یه شخصی به این نادانی که حتی سواد کلاس پنجم نداره، ولی بله از دانشگاه یه به خاطر پدرش فارغ التحصیل شد. اینم از این ماجرا. خانم مسیح علی نژاد اینجا یه کمی پدر سوخته بازی در میاره. چه کار میکنه؟ مثلا به اون آقای بهش میگه که خانم اینجا شما مکدونالد هم که میخوای بری، میگه اگر تیشرت برات نباشه و دمپایی پاد نباشه نمیدیم بهت. چی میره یه شلوار بلند میکنه پاش، بعد میره اولا قربونش برم این خانم مسیح علی نژاد هم انقدر خوشگله که هیچکی دقت نمیکنه، نگاش نمیکنه، با پای برهنه میره تو مکدونالد ساندویچ میخره. خانم مسیح علی نژاد خیلی چیزا هست. اولا شما با این کارت نشون میده که حتی تو آمریکا هم به قانونش پایبند نیستی و قانون شکنی میکنی. آقا 7-11، این فروشگاه های کانوینینت استور، همین مکدونالد، شما باید کفش و اینا پاد باشه تا راد بدن. این یک. دوما شما نشون نمیده که زیرک هستی، شما نشون میده که پدر سوخت بازی در میاری. چرا؟ که بتونی 1000 تا بیننده بیشتر داشته باشی. و تا زمانی که افرادی مثل خانم مسیح علی نژاد میشن خبرنگارای ما که در زمان خاتمی چنین بودند و چنان بودند و زندان رفتند و بازداشت شدند و بعدا آمدند فلان، وضع من و تو به همین صورت خواهد بود. چون اینها صداقت ندارن، اینها حسن نیت ندارن. بله دفتر حفاظت سفارت های ایران، کنسولگری های ایران که روزهای انتخابات ایراد نمیگیره، خانم ها با روسری باشن یا نباشن، آقایون با شورت باشن یا نباشن، اونها کار بدی انجام میدن. ولی شما هم داری مردم رو اقفال میکنی. چجوری اقفالشون میکنی؟ شما با این ویدیو میخوای بگی که شما واقعا ژورنالیست هستی، شما واقعا ریپورتر هستی و یه تیوی هست ساده نیستی. ولی این نیست کاری که شما میکنی، این کار درستی نبوده که با پای برهنه بری مکدونال وقتی که شلوارت به اون بلندیه. میدونی خانم ها یه دمپایی های میکنن پاشون، یه یعنی چی بهش میگیم، صندل هم نه، این آه.
فلیپ فلاپر چیه فلاپر میکنن پاشون، یه بند یه چیز اینقدی میره لای انگشتاشون، وقتی راه میرن اگه رنگ پاشون باشه اون چیزه اصلا معلوم نیست که دمپایی پوشیدن یا نه. در صورت به نظر من خب حالا چی، اون خانمه میگه که من آمدم اینجا تا گفتم مذهبی هستم منو انداختن بیرون. خب خانم شما که یه بار فرار کردی از ایران، الان چه چیزی عوض شده که میخوای بری ایران؟ الانی که شما میشنوی که هر کسی مسیحیه میگیرن زندانش میکنن میخوان اعدامش کنن، چه چیزی عوض شده با اون موقعی که شما آمدی بیرون به دلیل همین که دینت یه چیز دیگه بود پناهندگی مذهبی قبول کرد، یعنی قبولت کردن؟ پس شما هم دروغ میگی. خانم مسیح علی نژاد هم بلندگو میده دست شما که دروغ بگی. ولی خب کار قشنگیه، برای دیدنش میارزه که برید نگاه کنید، چند دقیقه وقت خودمون تلف کنیم و ببینیم تا زمانی که اینها ریپورترهای من و شما هستن هیچ امیدی نیست. بریم حالا ببینیم روی این قسمت لایف چی گذاشتیم و دوستان در قسمت ایمیل چی میگن. آقای مسعود سهیلی رو داریم اینجا، سعید امروز یا سر کاره یا گرفتاره. و اما آقای مهدی ذوالفقاری که میدونید یکی از مجریای خوبه تلویزیونای ایرانی بود، ولی معمولا اینجوری دیگه، اونایی که مجری بودن و کارشون خوب بوده و اینها پولاشون رو خوردن اون تلویزیون ملویزیون ها و اینها، حالا مجبورن از یه رادیویی از یه نشریهی به اصطلاح فعالیت خودشون ادامه بدن. ایشون هم از یک رادیویی برنامه میذارن ولی از نشریه‌های مختلف خبرها رو جمع میکنن و ارسال میکنن. خبری که در 58 صفحه فرستادن، نه فقط یه خبر، اجازه بدین نوشتن اخبار برگزیده. من به شما نشون بدم روی کامرای دو ببینید. بله اینه، August 22 ماه تایمز، مرداد 1394، و نوشتن که اخبار برگزیده همزمان با سالگرد تولد ستار بهشتی، خانواده وی از مردم، مجامع حقوق بشری و رسانه ها قدردانی کردند. اهدای جایزه انجمن ین نیو انگلند به ستار بهشتی، یا بن نیو انگلند، یا بن نیو انگلند به ستار بهشتی، خانواده مرحوم ستار بهشتی. خب خیلی متاسفیم که این جوان رو اینجوری کشتن، از بین بردن، ولی از اون ورم متاسفیم که یه عده اپوزیسیون که حقیقتا قمپوزیسیون هستن از جنازه این جوان سوء استفاده کردن، از سالگرد کشته شدنش سوء استفاده کردن، از مادرش، مادر رنجید بنده خدای داغدار، سوء استفاده میکنن و این رو هر روز این ورم میکشن. برای آقای ذوالفقاری نوشتم تا موقعی که قمپوزیسیون ما، اپوزیسیون ما اینقدر بیچاره و بدبخت و مرده است که مجبور بره از مرده ها، از کشته شده ها، از اونها سوء استفاده کنه، گفت بشین که این تازه چیه، از نتایج باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. باز هم ممنون از آقای مهدی ذوالفقاری. اگر هر کدوم از شما میخوان این 58 صفحه خبر من براتون بفرستم، ولی آقای ذوالفقاری من فکر نمی کنم کسی 58 صفحه خبر رو بیاد نگاه کنه. ای کاش اقلن سرتیترها رو بالا نوشته بودید به صورت هیدلاینز، بعد هر کسی اون خبر براش جالب بود روش کلیک میکرد و میرفت، ویلا 58 صفحه قربانت گردم. اینم از این مسئله. ببینم براتون باز اینجا چی گذاشتم. خب نوشته ای از در ماجرای ویندوز 10 بهتون نصیحت میکنم، اگه هر روزم براتون پیام میفرسته این زیر همین است مجانی برید بگیرید، این کارو نکنید، بذارید اونایی که واردن مثل بابک و مثل سعید و مثل علی و اینها، اونا برن این باگ یا ایراداشو برطرف کنن، بعدن بعد یه 6 ماه دیگه 2-3 تا از این سرویس پک و اینها میاد، اون موقع کاراش درست‌تر میشه، اون موقع من و شما که یه مقداری کمتر میدونیم بریم. مثلا از شما میپرسه خب حالا اون درایور رو که گم کردین، اون کدک،
ما نفهمیدیم بالاخره این کادک یا کودک همون درایوره یا یه چیز دیگه است. اونو چجوری میخوای بیام؟ میگیم اوکی، میگی برو رو صفحه ریل تک، وقتی میری اونجا میگی کامپیوترت 34 32 یا 36 یا 64. حالا این ماجرای 32 64 86 برید بخونید ببینید اصلا اینا چه کار کردن. اینا دیگه انسان معمولی نیستن، اینا یه موجوداتی شدن عین ربات. اگه نگاهشون کنی صبح تا عصر اینجوری اینجوری میکنن، وقتی هم نشستن توی اتاقی همه دارن اینجوری میکنن، وقتی هم با دوستاش داره شام نهار میخوره همه دارن اینجوری میکنن. واقعا همون ربات، آلمانی ها میگن قوبته، همون هستن. اینا آمدن میگی 32 اون وقت گذاشته 86، میگی 64، میگه ببین سیستم تو آپریتینگ سیستم 32 بیت هست ولی پروسسورت 64. بعد که میری اونجا اون کدکو که میاری 32 میاری کار نمیکنه، 64 هم میاری کار نمیکنه. یعنی همون واقعا روزگار غریبیست نازنین، الان میشه داستان من و شما. بذارید ببینم اینو آوردم اینجا براتون از نیاک بگم. نیاک سازمانیه که من فعالیت‌هاش رو در یک قسمت‌های قبول دارم، چون اینها میگن که دیپلماسی مشکل ما رو حل میکنه نه جنگ. دموکراسی رو با اسلحه نمیشه وارد یک کشوری کرد. نمونه‌های بزرگیش هم دارید شما میبینید، لیبریا، سودان، نمیدونم این کشورهای آفریقایی دیگه که بیچاره دایموند و گاز و نفت و همه ریسورس هایی که دارن میبرن، به جاش بهشون اسلحه کهنه میدن. هر بچه گشنه تو خیابون داره راه میره 12 سالشه ولی یه اسلحه بزرگتر از خودش دستش. عراق جلو چشممونه، همسایمونه. افغانستان جلو چشممونه، همسایمونه. میبینید که اینها رو به چه روزی انداختن. لیبی و تونس و مصر هم سب کنیم ببینیم چی میشه. در صورت نیاک NIAC National Iranian American Committee یا کانسل شورا، بله دیر نوشته که امشب برنامه‌ای دارن داکیو نایت، یعنی تو نایت رو با داکیومنت قاطی کردن به نام داکیو نایت سکرینینگ. میگه که یک فیلمی هست باس بوی توی یه رستورانی به نام باس بوی اند پویت، جای بسیار خوبیه، خیلی چی میگن کژوال، خیلی خودمونی اونجا، مثل رستورانات که تیشمامانی نیست که باید فکر کراوات داشته باشی. بلیتش $10 اونجا، شما وقتی میری هر کسی برای خودش به اصطلاح نوشیدنی، آبجو، ساندویچ، هرچی اوردر میده آخر کارم برای اون میارن به اصطلاح بیل خودش رو جلو خودش میذارن و اینجوری نیست شما تو تعارف گیر کنی مجبور بشی به اصطلاح پول میز 10 نفر دیگر رو هم بدین، چون این اتفاق میفته تو رستوران ها. میریم همچین که موقع پول دادن میشه، حساب کردن میشه، یکی میگه برم یه تلفن بزنم بیام و میره از اون پشت همینجوری وای میسه ببینه اون ویتره کی میاره صورت حساب بذاره، یکی میگه برم دستشویی و بیام. خلاصه روزگار غریبی است. سعی کنید این رو، توی شیراز به این میگفتن پیکی دونگی، اینجا میگن هر کسی به اصطلاح سپریت چک، چک خودش رو میگیره و چیپ این، هر کسی سهم خودش رو پرداخت میکنه. خب خانم مهسا از نیاک این رو فرستاده بودن، ما نشون دادیم. اگر وقت دارید امشب برید اونجا ببینید. آقای امیر هوشنگ آریانپور لطف کردن مقاله ای رو فرستادن، این مقاله در رابطه با آمریکا و سلطه اون هست. متاسفانه وقتی که مقالات رو ما میخوایم توی تلویزیون بخونیم خیلی طولانی تر از اون چیزی که هست به نظر میرسه. یعنی شما اگر یک صفحه مقاله رو توی جمعی بخوای بخونی حوصله همه سر میره. حالا این خودش من ببینم چند صفحه هست. آمریکا و سلطه او، با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا با برادر کاسترو و اینکه دیگر آمریکا نمی‌تواند روش‌های تجاوز و اشغالگرایانه خود را ادامه دهد و زمان این گونه نه مداخله جویی‌ها و زمان این گونه مداخله جویی‌ها پایان یافته و این مطلب تایید شده است، ضیا مصباح مقاله‌ای نوشته که این مقاله بهتون بگم چند صفحه است. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 بله من اینا رو معمولا اگر تو هواپیما وقت داشته باشم میخونم و مقاله های طولانی رو من به دوستان میگم. یعنی میتونم بگم که نصف بیشتر ماها نمیخونیم دوستان. سعی کنید، اینا میگن short and sweet، کوتاه، مفید، مختصر بنویسید، مردم بیشتر میخونن. یه مقاله قشنگی هم هست در قدر عزیزان، این چون راجع به پدر و مادر هست و اینها، من یه مقداری بیشتر ازش میخونم. اجازه بدید سفرم رو تنظیم کنم روی این که ببینیم چی نوشتن و اگه من اشتباهی میخونم شما هم ببینید و خودتون درستش رو حدس بزنید. احمد شیرزاد: شاید 90% انسان‌ها در طول حیاتشان مرگ مادر و پدر را تجربه می‌کنند. شاید وقت عکس آن اتفاق می‌افته، یعنی مادر و پدر. من واقعا دوست دارم، ببخشید این چجوری شد برگشت رفت اونجا، دوست دارم اینایی که الان اینو میبینن و میخونن به من بگن که این همینجوری اشتباه بوده یا وقتی ما میاریمش توی کامپیوتر میریزه به هم، چون این به صورت PDF اگه اشتباه نکنم اتچت بوده، الان هم با ادوبه باز شده. ادوبه مثل که یعنی مثل آجر یا تبلت میگن ادوبه ها. در قدر عزیزان در اصل نوشته که منظورش اینه، یعنی مادر و پدر معمولا زودتر از فرزندانشون فوت میشن. حالا اینجا میگه بعضی وقتا برعکس این اتفاق میفته، یعنی مادر و پدر مرگ فرزند را میبیند میگوییم داغ اولاد دیدن. روح بشری این را روند طبیعی نمیداند، اما یک منطق خشک میگوید از دست دادن پدر و مادر امری طبیعی است. آری طبیعی است، اما هیچ کدام از ما تا وقتی در کنار پدر و مادر هستیم نمیخواهیم روزی را تصور کنیم که دیگر آنها را نخواهیم دید. پدر برای ما نماد عظمت، قدرت، استقامت و بزرگی است و مادر انسانی خستگی ناپذیر که دامن محبتش برای همه جا دارد. ستون خانواده و عامل پیوند است و سنگ صبوری که گویی به دنیا آمده است تا همه بدی ها و بدخلقی های ما را تحمل و آرام من کنند. من تا میزنم این بر میگرده اونجا، نمیدونیم چه باید کرد. بسیاری تان من والا این کلمه های اینجوری رو میگم فارسی عوض شده. بسیاری تان دوستان این درسته؟ بسیاری تان، بسیاری از شماها یا بسیاری از ما، بسیاری تان چیه؟ بسیاری تان از نعمت وجود پدر مادر بهرمندید، از گرمای شمع وجودشان لذت میبرید. باور کنین که آن روز تلخ بالاخره زمانی خواهد رسید. از خدا میخواهیم که تا جایی که مقدر است آن روز دورتر باشد. اما تصور شما ببین، اگه به خدا باور داری داری اینو دروغ میگی. آمریکایی‌ها مسخره میکنن، میگن اینایی که به خدا و بهشت باور دارن، اگر باور دارن چرا اینقدر از مرگ میترسن و چرا خیلی هر روز بلند نمیشن بگن او باز ما دوباره صبح بلند شدیم، کاش مرده بودم رفته بودم بهشت. شما اینجوری میگی اگر مقدر است و خدا بخواهد و ما بمیریم و فلان. خلاصه این مقالم هم دیدید 6-7 صفحه است، هم بهتر اینی که اگر میخوایم من براتون بفرستم، اگه نه برین سراغ مقالای کوتاه و از هر دری سخنی. والا این آمریکایی‌ها خیلی کارشون بهتر از ماست و دیگه یاد گرفتن که آقا در قرن 21 کسی حوصله، شما ببینید الان دیگه مردم به هم حرف نمیزنن، مردم با هم تکست میفرستن. میدونی چرا حرف نمیزنه؟ چون میگه اگه حرف زدم باید بگم سلام، حالت چطوره، بچه ها چطورن، راستی چه خبر، خبرداری از بابا مامان، فامیلاتون اومدن. ولی تکست مینیسته من ساعت 3 بعد از ظهر اونجا هستم، شما میای؟ اونم خوشحاله که این تکست کوتاه هست. اوکی، نشنال میمو نوشته که message from our sponsor. اینایی که ایجوریه، یعنی به صورت مثل تبلیغ تقریبا. یه نفر این چیزی که من به شما میگم، فکر نکنید چون شما نوشتید گذاشتید مثل آقای بهمن زاهدی گفتگوهای هفتگی مینویسه 10 بارم غلط و قلوتشو درست میکنه میفرسه 4 نفرم تا آخرش نمیخونه. ولی اینایی که مینویسن پول میدن این ور اونا براشون پخش میکنن.
در صورت آمریکا این 2017 یعنی دو سال دیگه، این آقای وارن بافت که عکسش رو اینجا میبینید، وارن بافت ignored warning، میگه که اینها warning یعنی اخطار، هشدار، هوش، چی میگن، اون اخطاری رو که این داده به اصطلاح نادیده گرفتن. البته این آقا میدونید میلیاردره، ولی میگه من برای بچه‌هام چیزی به اون صورت نذاشتم. تو خونه‌ای زندگی میکنه که 50 و چند سال پیش توی اون خونه با خانمش به صورت تازه عروس و تازه داماد رفته بودن اونجا. ماشینش خودش رانندگی میکنه، هنوز راننده استخدام نمیکنه. این نمونه زندگی، نمونه زندگی یه آمریکاییه، ولی از طرفی این بر اون بر زیاد کمک میکنه به این و اون. البته به نظر من با این ثروتی که داره کمکش به اون اندازه‌ای که باید نیست، ولی خب بازم کاچی بعضی هیچیه، بهتر از هیچیه. خود این با آقای بیلگیت، با شرکت‌های دیگه همکاری میکنن، همیاری میکنن، خیلی شرکت‌های خیریه و انجمن‌های خیریه و اینها دارن و کمک میکنن به افراد در سر تا سر دنیا. وارن بافت از لحاظ اقتصادی اینها خیلی دانش داره. بعضیا هر چیزی رو این بگن بگه بخرید میخرن، از لحاظ استاک و اینا هر چیزی رو بگه نخرید بفروشید فلان عمل میکنن. شما میخواین دنبالش کنید روی اینترنت. و اما بیمار در فرغون، میدونید که یه عکسی رو اینترنت اومد که یه مریضی رو با فرغون، فرغون این وسیله گاری کوچولویی که عمله ها بنده ها استفاده میکنن برای حمل آجر و آهک و این چیزا، یه بیماری رو روی فرغون دارن میبرن به بیمارستان. آقای هادی خورسندی در این باره مقاله نوشته برای من که تازه از دو بیمارستان مجهز در لندن بیرون آمدم، دیدن هموطنی دردمند و مریض احوال در نقاله‌ای، یعنی یه چیز مخصوص نقل. ما نقاله اون وقتا به این نقشه کشی وقتی می‌خواستیم چیز کنیم دو تا چی بود، یکی گونیا بود، یکی نقاله که زاویه‌ها رو نشون میداد. حالا این نقل و نقاله، خب دیگه ایشون شاعره، رو حرفش نمیشه حرف زد، ولی خیلی اطمینان نکنید که شاعرها همیشه هم با شعورتر از من شما هستن هم درست میگن. اتفاقا پریشب با دوستمون آقای رضا مرحمتی بودیم، ایشون هی میخواست یقه منو بگیره که تو چرا میگی 6 ماه اگه این شاعرها ساکت باشن مردم حقشون رو میگیرن. گفتم که من امشب نمیخوام بحث سیاسی کنم، بذار یک کمی لذت ببریم از این هوای بسیار خوب و از این به اصطلاح میزبانی که این همه زحمت کشته، به این وسیله که مهمونیشو تبدیل نکنیم به بحث سیاسی، ما ازش تشکر. مریض احوال بر دردمند و مریض احوال در نقاله‌ای که مخصوص بردن مسائل ساختمانی است، شاید طعمی تلختر از آن داشت که در حال معمولی آن عکس را می‌دیدم. اگر این عکس از یک کشور فقیر آفریقایی آمده بود، اینقدر غم افزا نبود که از سرزمینی که گرانترین اتومبیل‌های دنیا در خیابانش جولان می‌دهند و در گرانترین خانه‌های دنیا به گاراژ می‌رفت. ویژه خبرنامه گویا نوشته که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، این بعضیا به اشتباه می‌خونن بر چرخ گردون، چرخ گردون توسط چرخ گردون میچرخه، پس اگر دستم رسید بر چرخ گردون، یعنی اگه دستم رسید به اون کسی که این چرخ رو میگردونه که قرار خدا باشه، به او گویم که این چین است و آن چون، یکی را میدهی بوینگ مخصوص، یکی بی آمبولانس افتاد به فرغون. بابا طاهر بیمار چند روز پیش در همین گویا عکس، دوباره همون داره میگه که عکسی دیدم و اینها، ولی این شعر قشنگ بیمار در فرغون، بذارید من عکسش رو هم بهتون نشون بدم و با هم این رو بخونیم. ضمن تشکر از آقای هادی خورسندی، اون قدیما گاهی وقتی با ایشون تماس میگرفتم تلفنی و اینها، ولی الان دیگه کمتر. بیمار در فرغون: به داد من برس آقای دکتر، به والله نخشتم من نه آجر، نبین که توی فرغونم عزیزم، فقط یک خورده دور از جان مریضم، خود این فرغون به جای آمبولانس است که دستاورد کلی التماس است، از آنجایی که من بد بود حالم به بخش سی سی یو در انتقالم، نه آهک نه گچم نه شن و نه ماسه، یکی از شهروندانم
خلاصه منم یک شهروند صاف و ساده، رمق در رفته، مستضعف، پیاده، ندارم پارتی در این حکومت، ندیدم زین حکومت جز خصومت، که در این آسمان تک پاره بلا نسبت ندارم یک ستاره. این عکس بیمار رو دارید میبینید که با فرغون یه نفر داره میبردش ولی آمبولانسه اونجا وایساده. خب نیار حجت الاسلام هستم، نه با شیخان صاحب نام هستم، نه توی باند رفسنجانی هم من، نه پشت بابک زنجانی هم من، نه با مصباح یزدی هم نشینم، نه دست جنتی در آستینم، نه بر پیشانیم جای نماز است، نه بر دندان من آثار گاز است، نه در کوی ولایت پاسبانم، نه باغ رهبری را باغبانم. خب بذارید این شعره رو من براتون بزرگترش کنم، حالا که عکس رفت و ما موندیم و این شعر اینجوری. بله. خب نه محفل آهان، نه باغ رهبری را باغبانم، نه پا انداز آقازاده هایم، نه محفل ساز آسد مجتبایم، نه پیمانکار اهل بند و بستم، نه دائم عکس آقای عکس آقا توی دستم، نه خیشاوند لاری جانیانم، نه اصلا دمخور این جانیانم، نه سابق اسبق خارج نشینم، نه بهر مدح رهبر در کمینم، نه مثل آن سبیچاره اسیرم، نه مثل خاتمی سازش پذیرم، نه اهل شستشوی اسکناسم، نه کاندیدای جعل و اختلاسم، نه در صدگیر بانک و اقتصادم، نه سردمدار کانون فسادم، نه در بازار بورس کلیه دارم، نه در میدان دولت راندخارم، نه از راه چپاول میبرم موز، نه با سیغه کشان دارم میانه، نه کلاشم، نه سارق، نه دکل دوز، نه خانم میبرم خانه به خانه، نه بر درد خماری چار سازم، نه منقل جور کن بعد از نمازم، نه چون آراست مردان جیگور ببوسم دست شیخان بابت پور، نه مأمور خرید انگلیسم، نه با آخوندها در لفت و لیسم، نه پایبندم به فال و استخاره. خلاصه خیلی طولانی آقای هادی خورسندی. اینم دوستان میبینید بعد نوشته فیسبوک آزاد هادی خورسندی این پایین، اگه خواستید خودتون برید باقیش رو بخونید. حالا همینجا باز من از این دوستمون آقا رضا مرحمتی سوال میکنم. خب این شعر آقای هادی خورسندی خیلی قشنگ، ما وقتی میخونیم ما هم با ایشون همدردی میکنیم، متأثر میشیم که ایشون یه بیمار رو روی فرغون دیده، ولی کجای این شعر به من و شما میگه چه کار کنیم؟ کجای این شعر میگه که آقا من یه ساعت دارم روزه میخونم، آقازاده ها دزدن، آخون در حال کشیدن نمیدونم تریاک و رفتن کمیسیون گرفتن و فلان بیسار، بیا من و تو یه بیمار یه آمبولانس بخریم برای دهمون، برای شهرمون؟ کجاش اینو گفته؟ من و تو آقای رضا مرحمتی این شعر رو که گوش میکنیم مثل این میمونه که سردرد داشتیم، آقای هادی خورسندی لطف کرده یه آسپرین از جیبش در آورده داده به ما. بله ممنونم از ایشون، سردردم خوب شد، ولی ای کاش ایشون قرص رو نمیداد تا من فردا برم یه دکتر یه چی میگن کتسکن کنم، نمیدونم امارای کنم، شاید این سردرد من یه قده مغزی از وسط دوتا چشمام وسط بغل مغزم. حالا شما هی این قرصای آسپرین رو بده مردم بخورن، اگه فردا هم دستشون زخم شد خونشون چنان روان شده که دیگه بند نمیاد. بعد جالب اینجاست اون شب اونجا دوستمون آهنگ میذاره، شما میگی ببین الان لذت میبری، اینم یه شاعر این شعر رو گفته. آقا بشینن شعر بگن تا صبح قیامت، ما میشینیم میگیم ای پری کجایی، تا آمدم لب آب تو رفته بودی، ای آهوی زیبا فلان بیسار. خب که چی؟ ولی اینی که میاد میگه وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، بعدم وای میسه با زنش خداحافظی میکنه که بیان بگیرن ببرنش زندان، که از زندان که میاد بیرون معروف بشه، این چه دردی از من و تو دوا میکنه؟
این سوال من. و اگه خواستی تو مهمونی مردم، نه توی برنامه خود من، اگه خواستی شما که چندین بار شعر که قشنگ میگی زنگ بزن با شعر جواب من رو بده، پیام بذار من پیامات پخش میکنم. ممنونم از آقای رضا مرحمتی. دیدن شما، هر وقت ما شما رو میبینیم هم خوشحال میشیم هم یه چیزی از شما یاد میگیرم. حدود 80% فرمایشات این آقای متخصص تغذیه بی ربط است و نیز تعریفی از محصولاتی که از بیولوژی می کند غلط است. بابا بلمون. در اصل ممنونم. این رو هم هندریک میفرسه و ساعت 3:41 است. دوشنبه ها چون روز تنبلی است، اجازه بدید ما همینجا از شما خداحافظی کنیم. چند تا شعر خوب شیرازی با صدای آقای یدالله طارمی پخش کنیم. این شعر رو به مدت 40 دقیقه 48 دقیقه من همش رو گذاشتم روی یوتیوب. خودتون برید اونجا بزنید شیرازی پوئم یا شیرازی پوئت یدالله طارمی، براتون میاد. اگر نه، اگر دوست دارید تلویزیون مردم رو حمایت کنید بفرستید، ما براتون لینک رو ایمیل میکنیم. این هم از این. یاد بگیرید برای چیزی که از دیگران میخواین یه مبلغی رو به عنوان هزینه پرداخت کنید تا اونها هم خوشحال بشن، هم بفهمن که این مفتخوری از وجود ما ایرانیان داره رخت بر میبنده و به زودی ما اگر از دست مفتخوری نجات پیدا کنیم، باور کنیم هیچ دیکتاتوری نمیتونه به ما زور بگه و میتونیم آزاد و مثل یک انسان زندگی کنیم. از اینکه وقت عزیز خودتون رو که هیچ کاری نداشتید و میخواستید یه جوری تلفش کنید با برنامه من تلف کردید، از شما ممنونم. اگه برنامه بهتر از اینجا میبینید برید اونجا تماشا کنید، برید اونجا گوش کنید، برید اونجا بخونید و لطف کنید به منم بگید تا منم اینقدر زحمت نکشم فکل و کراوات و دوش و حمام. و بعدم طرف نوشت آقا رنگ و رود چقدر زرد شده، گفتیم آقا پول نداریم چراغای رنگی بخریم. در هر صورت به منم بگید تا منم بیام اونجا با همدیگه بشینیم گل بگیم و گل بشنویم. احتمالاً اون مجری برنامه رو مسخره کنیم، احتمالاً بگیم مأمور جمهوری اسلامیه، مأمور CIA و احتمالاً فکر کنیم مثلا گذاشتیمش سر کار، بگیم که آقا من میخوام برنامه فلانی رو حمایت کنم. من به آقای احمدی میگم آقا من این اولاغ رو میشناسم، شما ساده نباش. این بنده خدا میگه نه آقا، این آقا آدم متشخصیه. میگم ببین ما ایرانی ها آدم های دروغوی خوبی هستیم، قشنگ میتونیم تظاهر کنیم که پولداریم، نیم ساعت دیگه تظاهر کنیم که فقیر هستیم، هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که ما بالاخره پولداریم یا فقیر هستیم. یعنی هنرپیشه بودنمون نمبر وان، عالی. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدار. چهارشنبه 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم و سعی میکنم که با هیچ کس دیگه برنامه نداشته باشم. آقای نصر احمدی هم برنامهش وقتی آمد میگم آقای نصر احمدی من اینجا هستم فقط میکروفون و بلنگو و نمیدونم این چیزها رو تنظیم کنم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. وقتی که بابا ماها نمیتونیم، ماها میخوایم بریم یه جا حرف بزنیم، تحمل نداریم حتی دوست خودمون که میشناسیمش که بابا این بزلگوه، میشناسیمش که این زبونش و جگرش و مغزش و قلبش یه چیه، اگه میاد یه حرف میزنه ناراحت میشیم. بابک جان اگه فکر میکنی من بهت عذرخواهی بده کارم، ازت عذر میخوام. ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی برنامه زنده، بعد از اون ویدیوی آقای مرداد خانساری. از آقای مرداد خانساری به خاطر اون فکری که من درباره ایشون داشتم عذرخواهی میکنم و امیدوارم که پوزش من رو بپذیرن. روز روزگار بر شما خوش.